همراهان و علم آموزان کانال، امروز برای شما یک سورپرایز در نظر گرفتم که در انتها و در ادامه این کلیپ حتما اون رو برای شما آموزش خواهم داد. با دقت این آموزش رو ببینید، چون برای اولین و آخرین بار هست که این آموزش رو میگذارم و در اون چیزی رو به شما آموزش میدم که خودم هم از اون استفاده میکنم. پس بریم تا در ادامه بنده این آموزش رو خدمت شما ارائه بدم. با درود و احترام و با نام و یاد حضرت دادار حی قیوم، دادار پایدار، حضرت قدوس، هر کجا که هستید عزیزان و هموطنان، عزیزان افغانستانی، عزیزان تاجیک و بقیه عزیزانی که با ما در این کانال همراه هستند و حمایت میکنند، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که همواره لبهاتون خندان باشه، جیبهاتون پر از مال دنیا و نعمتهای زمینی و آسمانی و در کنار خانواده محترمتون به صلاح و خیر زندگی بکنید و نیاز به هیچ غیری جز خداوند رب العالمین نداشته باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. عزیزان، بارها یک مسئله رو تکرار کردم و باز هم تکرارش میکنم، برای اینکه درهای غیب بیشتر به رو خودتون باز بکنید و این نور الهی رو دریافت بکنید، به بزرگترها، پدر و مادر، برادر و خواهر و همچنین به کوچکترها علل خصوص احترام بکنید. عزیزان، غرور کاذب باعث نابودی آدم میشه. از آدمیت بریم به سمت انسانیت هم میشه دوستان، سعی نکنیم در جا و یا عقب گرد کنیم. خب، خیلی از عزیزان حامی کانال هستن، ازشون بار و بار سپاسگزارم. خیلی لطف میکنید از اینکه ما رو با لایک هاتون، با سابسکرایب هاتون، با کامنت هاتون، نظرات خوبتون، با شیر کلیپ ها ملل خصوص حمایت میکنید. این حمایت شما بسیار بسیار به ما کمک میکنه که کانال ما رو از طریق اصطلاحاً الگوریتم یوتیوب به خیلی از عزیزانی که مشتاق کانال های علوم غریبه هستن نشون داده بشه. و خب ما سعی کردیم راهمون راه درست باشه، نه راه غلط که حالا بیایم و مثلا راه سفلی رو آموزش بدیم یا خدای نکرده راهی که انتهاش تاریکی هست. من متاسفانه میبینم که خیلی از عزیزان برای اینکه در یوتیوب ویو بخورن، متاسفم از اینکه میبینم دارن دیگران رو به چاه میندازن، چه اونم چه چاهی. از این چاه بیرون رفتن عزیزان کار حضرت اصطلاحاً خودتون میدونید. این راه راهی است که اگر وارد اون بشید و تو این چاه تاریک بیفتید، دیگه نمیتونید به این آسونی ها، زندگیتون رو نابود میکنید. من متاسفانه یه چیز رو دیدم نوشتن مثلا تسخیر مثلا عشق یا عاشق به وسیله ابو مر ابلیس. خب واقعا آیا ارزش داره که شما یه چیز رو به دست نیاوردید زندگیتون رو از دست بدید؟ واقعا این کار رو نکنید عزیزان. قرآن کلام خداوند پر از نعماتی است که شما اصلا فکرش رو نمی کنید. شما یک اجازه بتونید بگیرید، دنیای هفت عالم رو میتونید فتح بکنید. پس سعی کنید که به راه درست پای بگذارید که خدا نکرده بعد پشیمونی براتون به بار نیاره. بنده راهم و تکلیفم این هست که عزیزان راهنمایی بکنم به راهی که خودم سعی کردم برم. حالا من خودم عددی نیستم و هیچ ادعایی هم ندارم. عزیزان، کانال رو حمایت بکنید با لایک هاتون، با سابسکرایب هاتون، با کامنت ها و شیر کلیپ. همین الان لایک رو بزنید و اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، کانال رو شیر بکنید، لینک ها رو شیر بکنید و حتما دیسکریپشن ویدیوها رو بخونید. خب بریم سراغ امروز که اون اصطلاحاً به شما گفتم یک سورپرایز برای شما دارم. سورپرایز هم این هست که امروز به شما چیزی را آموزش میدم که خودم انجام میدم. حالا عزیزانی که من براشون چه از دور چه از نزدیک کار ابطال انجام دادم میدونند این مسئله رو، اونها دیگه در این حداقل با چشم دیدن این رو. اما عزیزانی که حالا دسترسی به ما نداشتن یا به هر دلیل کارشون رو خودشون میخوان انجام بدن، این رو من به شما میگم. البته عزیزان، این رو بهتون بگم، البته و صد البته، کسانی که عامل هستند، شما بالاخره یک فرقهایی با اون عاملین دارید. کسانی که زحمت کشیدن به عاملیت رسیدن،
اون کسی که به درجه عاملیت نرسیده فرق میکنه. بعضی اظهار هستن که فقط باید فرد عامل اون رو انجام بده، این رو هم من بهتون بگم، ولی این کاری که بهتون میگم بسیار قدرتمنده و نگران نباشید. خب عزیزان، در این کار ما نیاز به چند چیز داریم، نیاز به چند اصطلاحاً عامل داریم. عامل منظور فاکتوره، این چند تا اصطلاحاً شماره وسیله داریم. یکی سرکه سیب شما باید داشته باشید. دو، حالا برای نوشتن باید قلم چوب صندل داشته باشید یا نداشتید. اگر چوب صندل نداشتید یا چوب انجیر نداشتید عزیزان، نشکالی نداره، شما میتونید یک دونه خودنویس بردارید و داخلش چیکار بکنید. من در یک کلیپی که هست جوهر روحانی رو آموزش دادم که در انتهای همین کلیپ دوباره خواهم گذاشون رو، در اونجا آموزش دادم که چگونه جوهر روحانی درست بکنید. اون جوهر اگر درست بکنید الان نور وقتی میخواید چیز رو بنویسید بسیار بسیار بهتون کمک میکنه. خب حالا باید چه بنویسید؟ اول اجازه بدید که ما چه بنویسیم و چند روز باید انجام بدیم این عمل. دوستان بین 3 روز تا 1 هفته است، ولی خب 3 روزه هم شما میتونید انجام بدید، هیچ مشکلی نداره. شما یک برگه عزیزان A4، شما یک برگه A4 تهیه میکنید و در این برگه A4 چیزایی رو که میگم باید بنویسید. البته برگه A4 رو شما تقسیم بر 2 میکنید، یعنی این برگه است، شما اگر دقت بکنید برگه است، از اینجور تقسیم بر 2 میکنید و برای 2 روز میتونید استفاده بکنید. حالا چه بنویسید رو من بهتون میگم. از این بالا که شروع میکنید دوستان عزیز باید این شکل رو بکشید. این شکل رو بهش میگن خاتم سلیمان، که خب عزیزان فکر میکنم در اون انگشترهایی که موسوم به شرف شمس، که البته این اشتباهه، حتما این رو دیدن، ولی بالاخره در این حال حتما این رو عزیزان دیدن. به شکلی که من میکشم بکشید عزیزان، نگاه بکنید، این کوتاه، این بلند، این یکی از این یکی بلندتر و این یکی مقدار کوتاه‌تر از این، یعنی این دو تا میم به این صورت میکشه. دهانه میم چشماش باز باشه عزیزان، چشم میم رو نبندید. بعضی هم دیدم اینجوری میکشن، هیچ مشکلی نداره در این حال و میتونید بکشید و بنویسید. خب این رو به این صورت، دو تا نردبون میکشید، از بالا به این صورت وصل میکنید، نگاه بکنید. دقیقا روش درست کشیدنش رو من بهتون بگم. البته این زبانه دوستان، این الفباست، مثل الف ب پ ت س که شما می نویسید به این صورت می نویسید، این هم الف باست، منتها شکلی که می کشید سعی کنید درستش رو بکشید و اشتباه رو نکشید. حالا این هم به این صورت هست. خب در اینجا شما یک ستاره 5 پر دارید عزیزان، یک ستاره 5 پر دارید. این ستاره 5 پر رو دقت بکنید، یه چیزی مثل هی کوچولو دارید اینجا، داخلش باید باز باشه. این رو که نوشتید در سر سربرگ می نویسید، بالاش یک 786 می نویسید، که می دونید 786 اصطلاحاً معادل عددی چه هست؟ معادل عددی کلمه اصطلاحاً بسم الله الرحمن الرحیم است. این معادل عددیش هست که باید بدونید. در این بالا این رو می نویسید و پایینش چه می نویسید؟ پایینش دیگه بسم الله الرحمن الرحیم نمی نویسید، می نویسید الله لا اله الا الله و الحی القیوم تا العلی العظیم. این رو یادتون نره، این آیت الکرسی رو اینجا می نویسید منتها بدون بسم الله، چون یه دونه بسم الله بالا نوشتید. خب این رو که نوشتید عزیزان دوباره بسم الله نمی نویسید، سوره صافات آیه 1 تا 10 رو می نویسید و صافات صفن و ضاجرات زجرن و تالیات ذکرن ان الهکم لواحد رب السماوات و الارض و بینهما رب المشارق تا آیه 10 می نویسید در اینجا. خب پس اول شد آیت الکرسی بدون بسم الله، دوم سوره صافات از آیه 1 تا 10، دوباره عرض میکنم اینجا بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان نمیخواد بنویسید، چون یک دونه این بالا عدد ما داریم.
دوباره اینجا چی می‌نویسید عزیزان؟ ممکن هست عزیزانی که دارن می‌نویسن خطشون بزرگ باشه، مشکلی نداره، شما یک کاغذ A4 اصلا تهیه بکنید. حالا من اگر باشم کاغذ کوچیک‌تر تهیه می‌کنم. عزیزان کاغذ A4 بزرگتر بنویسید که بتونید، چون این با این کار دارید. اینجا پس سوره صافات A1 تا 10 می‌نویسید. پایین این سوره چی می‌نویسید؟ معوذتین، قل اعوذ رب الفلق و قل اعوذ رب الناس، دوباره بدون بسم الله. پس اینجا فلق و ناس رو می‌نویسید. دوباره پس همون، مثلا اینجا که رسید العلی العظیم و صافات صفا و زاجرات زجرن و تالیات ذکرن، همینجوری می‌نویسید. دوباره رسید به ته اون آیه شماره 10، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دوباره به آیه فلق انتهاش رسید، سوره فلق. دوباره از سوره ناس آیه اول قل اعوذ برب الناس، و این رو می نویسید. این رو تا اینجا داشته باشید. وقتی رسیدید به این آخر سوره ناس باید چی بنویسید دوستان؟ به اینجا که رسیدید، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، که رسیدید باید بنویسید بسم الله و بالله و من الله و الی الله. من اینجا بنویسم این رو دیگه، حالا کلیپ رو برگردون انتها و بنویسید، نمونه برداری بکنید. پس رسید به آخر سوره ناس یا حالا فلقش رو نوشتید، فرق نمیکنه، آخر اونها که رسید باید بنویسید بسم الله و بالله و من الله و الی الله، ولا احد سوی الله، ولا غالب الا الله، و توکلت علی الملك الحی الذی لا یموت، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این رو می نویسید. این عزیز من، عزیزان من، در اصطلاحاً ابودتجانه، در اون حرز بزرگ ابودتجانه هم این هست، منتها در نسخ مختلف فرق میکنه. منتها شما همین رو بنویسید که بسیار بسیار قدرتمند هست و بسیار خوب. این رو که نوشتید دوستان گرامی، زیر اون اینجوره بنویسید، من دقیقا چیزی که می‌نویسم شما همین رو بنویسید، بنویسید که اللهم به عظمتک و به جلالک، اینجوری بنویسید به جلالک و به قدرتک، به حق کاف و نون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این در سوره یاسین هست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سوره یاسین آیه یکی مونده به آخر این هست. اگر دوستان اینجا میبینید که مثلا خوب نمیبینید، برید در سوره یاسین، اللهم به عظمتک و جلالک و به قدرتک، به حق کاف و نون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد اینجا رو فارسی مینویسید قشنگ، من باطل کردم، شما باطل کنید. شما نگران نباشید که این کیه میگید، به کی میگید باطل بکنید، اصلا کاری نداشته باشید. وقتی شما کلماتی رو مینویسید، خدام خودشون اونجا مأمور هستن که چرا باطل بکنن، که فقط شما بنویسید اون چیزی که من بهتون میگم رو بنویسید، من باطل کردم، شما باطل کنید، به حق قل جا الحق و زهق باطل، ان الباطل کان زهوقا. این هم در سوره اسراء هست، آیه 81 اگر اشتباه نکنم، و می نویسید من باطل کردم، شما هم باطل بکنید. حالا اگر اینجا برای دو نفره، برای سه نفره، به نام مثلا به نام مثلا علی زایده فلان، مثلا محمد زایده این، و اینجوری این رو که نوشتید دوستان گرامی و عزیز، در برگه A4 این رو چه کار میکنید؟ در آب حل میکنید، یادتون نره. این رو که نوشتید شما در آب حل میکنید. وقتی در آب حل کردید میگذارید، قشنگ میگذارید به خوبی
زعفران و حالا اون گلاب زعفرانی که باش نوشتید رو بر روی کاغذ کمرنگ شود، یعنی اثرش وارد آب بشه. وقتی که این وارد آب شد دیگه، گذاشتید مثلا چند ساعتی وارد آب شد، حل کردید، عزیزان این رو اینجاش رو دقت بکنید، این کاغذ رو برمیدارید خشک میکنید. وقتی برداشتید خشک کردید چارتا میکنید. اگر در حیاط آجر دارید، در لای آجراتون یه جا میذارید. اگر تو خونه کابینتاتون یه جایی مثلا درز داره، لای اون میذارید. اگر نه، لای تختتون یه جایی میذارید که بد روش نرید بشینید دوستانا. جایی باید باشه که وزنی روش نباشه، آدمیزاد روش نشینه. و حالا بهترین جا همین هست که عرض کردم. اگر داخل درخت مثلا حیاتون درخت دارید، یه جایی رو درخت ببندید. اگر شکافی لای آجر هست بذارید اونجا. خب حالا اون آبی که مونده دوستان، آن آب که داخلش این رو حل کردید مونده، اونو باید چی کار بکنید؟ این رو دو قسمت میکنید عزیزان. یک قسمت رو میریزید داخل آب پاش و یک قسمت هم میذارید کجا؟ روی اوپن یا روی مثلا دراور خونتون یا دراور اتاقتون. و اینی که داخل آب پاش ریختید دوستان، باید روی لباس ها، گوشه خانه، اتاق ها، روی مبل ها 3 روز صبح و دم غروب بپاشید. نمیخواد خیس بکنید، فقط اثر روی آینه هاتون بپاشید و مقداری داخلش سرکه سیب قاطی بکنید. داخلش سرکه سیب مثلا شما میتونید 4 قطره، 5 قطره، 6 قطره، به اندازه‌ای که زیاد بوی بد نگیره، مثلا 4 قطره، 5 قطره هم برسید کافیه. پس روزی 2 بار صبح و غروب روی لباس زیرهاتون و روی مبل هاتون، روی تخت خوابتون یه ذره انقدر آب بپاشه اونجا، یعنی پودر که میکنه روش پاشیده بشه. روی فرش هاتون، گوشه اتاق هاتون، فقط گوشه های دستشویی نمیریزید، روی آینه دستشویی میتونید بپاشیده کوچولو، ولی چیز نمیکنید. خب آبی که روی اوپن گذاشتید، روی اوپن یه آبی گذاشتید دیگه، درسته؟ نصف اون چیز هست. این رو صبح به صبح که بلند شدید قبل از شستشوی صورت و مسواک، میخواد برید صبح بیدار شدید، برید مسواک بزنید دهنتون رو، شستشو بکنید صورتتون رو، اول از این آب یک مقداری روی صورت میپاشید، از این آب روی صورت میپاشید. روی صورت که پاشیدید چیکار میکنید؟ 3 صلوات میفرستید و صلوات هم صلوات مخصوص دیگه، این رو یادتون نره، صلوات مخصوص هم این هست: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیا و المرسلین علیهم اجمعین. این صلوات مخصوص هست. روی صورتون از این یه ذره میپاشید و 3 صلوات مخصوص میفرستید و بعد چی کار میکنید دوستان؟ و بعد نیت میکنید، مثلا نیتتون ابطال سحر از کار، اصطلاحا میخواید تو کارتون موفق بشید تو این مسائل، این رو از دلتون میگذرونید و زمانی که دوباره میخواید برید سر کار، حالا میرید صورتتون رو بعد میشورید، زمان دوباره میخواید از خونه خارج بشید، از خانه که میخواستید خارج بشید دوستان، خارج شوید، چی کار باید بکنید؟ دوباره از این آب به صورت و لباس هایتان می پاشید، یادتون نره، و دوباره نیت می کنید و میرید از خونه بیرون. عزیزان و دوستان، این بسیار بسیار با آسانی که اینجا داره و می بینید، بسیار بسیار قدرتمند است. این دستور خود من این رو اجرا می کنم. حالا عزیزانی که میگم بنده براشون کار انجام دادم، دیدن قسمت 80% کارم همین چیزی که اینجا به شما آموزش دادم، بقیش دیگه چیز شخصی هست و
اون مسئله رو شما ندارید و نمیتونید از اون استفاده بکنید. منتها این چیزیست که من اجازهش رو هم دادم برای شما و برید ازش استفاده بکنید عزیزان و حظش رو ببرید و انشالله خداوند هم بهتون کمک میکنه. فقط عزیزان یادتون نره این عمل کفاره داره، باید بدید و زکات باید بدید و زکات و کفارتون هم فعلا عزیزانی که متمکن هستن باید کفاره و زکاتتون رو به ازای 20 کیلو برنج بدن. حالا عزیزانی هم که متمکن نیستن زکات و کفارشون رو به 10 کیلو میرسونن و میدن. عزیزان یادتون نره برنجی که مصرف میکنید، مثلا اگر برنج پاکستانی مثلا کیلو 70000 تومان مصرف میکنید، 10 کیلو کیلو 70000 تومان میدید. اگر این رو دوستان 3 روز باید انجام بدید این عملی که من بهتون گفتم رو و انشالله موفق میشید عزیزان. این از من این رو انشالله این آموزش رو داشته باشید و برای اولین آخرین بار هست که این رو من خدمت شما ارائه میدم. با دقت نگاه بکنید کانال رو عزیزان، حمایت بکنید. به شدت کانال به حمایت شما نیاز داره، بزرگتر بشیم، کانال ما جامع‌تر بشه. و عزیزانی رو من دیدم متاسفانه درگیر اون کانال هایی هستن که راه شیاطین رو به اینها نشون میدن و خداوند کمک بکنه. شما اگر حمایت بکنید کانال ما بزرگتر بشه، این عزیزان هم به سمت کانال ما هدایت میشن و لاغر از نور قرآن میتونن استفاده بکنن. از اینکه با ما همراهید حمایت میکنید سپاسگزارم و تا برنامه آینده و تا آموزشی دیگر شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یا رو یاورتان.